باز خداوند در این آیه سوره الانعام 6 آیه 15 تأکید میکنه و میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو به درستی که محققا من از عذاب روز بزرگ روز قیامت میترسم که اگر گناه کنم و به پروردگارم نافرمانی بکنم اگر گناه بکنم نافرمانی بکنم از خدا میترسم. این آیه دلالت دارد که رسول الله معصوم نبوده که گناه از او صادر نشود، بلکه پیغمبر بیاری خدا و در اثر پرهیزکاری گناه نمی کرده. و اگر شخص معصوم باشد و گناه نکند، اون که تعریف ندارد. مثلا مردی که ناقص است و به علل نمیتواند زنا بکند، اگر اون مرد زنا نکند اون که تعریف ندارد چون نمیتواند. اما اگر جوانی که با قدرت تمام برای رضای خدا از زنا و از گناهان دیگر پرهیز میکند، اون جوان لایق تعریف و تمجید است. اون دین فروشانی که با آیات صریح و روشن قرآن مخالفت می کنند و می گویند پیغمبر معصوم بوده، اونها دروغگویان و تهمت دروغ زنندگان به قرآن کریم هستند. خداوند خودش جزای اعمال اونها را بدهد انشاءالله و اونها بفهمند این حرفات توهین به پیغمبره. پیغمبر معصوم بوده گناه نکرده توهین، بلکه پیغمبر گناه نمی کرده، از ترس خدا گناه نمی کرده. دلیل 13 البته اینها میخوان بگن پیغمبر گناه معصوم بوده، خودشونم یه نسبت به اون بدن، بگن ما هم چون حالا به چه دلیلی خودشونه نزدیک به پیغمبر بکنن و کار نکنن و مفتخوری بکنن. تمامی اینها تله پوله. دلیل 13 که نباید غیر از خدا را صدا کرد، سوره مریم سوره 19 آیه 46 است. قال اراغب انت ابراهیم علیه السلام به پسرش گفت، قال اراغب انت ابراهیم پدر ابراهیم، قال اراغب انت ان آلهتی یا ابراهیم، پدرش گفت آیا ابراهیم تو از خدایان ما ایراز میکنی؟ لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی خفیا و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی اسا الله اکن بدعاء ربی شقیا. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا. سوره مریم آیه 19. پدر ابراهیم علیه السلام به ابراهیم گفت آیا تو از خدایان من اعراض کننده هستی؟ اگر خودداری نکنی و باز نیستی تو را سنگسار میکنم و دوری میکنه از من مدت زیادی. ابراهیم یعنی تهدید کرد
پدر ابراهیم، ابراهیم را تهدید کرد، گفت اگر تو هم مثل من بت پرست نباشی، از بتهای ما دوری بکنی، تو را سنگسار میکنی و از من دور باش مدت زیاده. ببینید بندگان خدا چقدر زحمت کشیدن، چقدر زحمت کشیدن به اون مقام های بالا رسیدن. ابراهیم در جوابش گفت که سلام بر تو، من طلب مغفرت میکنم از خدا برای شما. به درستی که اون خدا به من مهربان است و از شما و از اون چی که میخوانید و صدا میکنید از غیر از خدا کنارگیری و دوری میکنم. ابراهیم علیه السلام از خونه و زندگیش و از همه چیز دست کشید، گفت از شما و اون چی صدا میکنید غیر از خدا. حالا اون مسلمان هایی که، اون جوان هایی که صدای من میشنون این آیات را بخونن، من خواهش میکنم این آیات را بخونن. سوره مریم 19، این دانشگاهی ها شما ها که آدم تعجب میکنه چرا غافل هستید، چرا این آیات قرآن بخونید معنیش توجه داشته باشید که جوانهای بزرگ از ابراهیم علیه السلام قصه ابراهیم خدا نقل میکنه. ابراهیم از پدر و از خانواده و از شهر و دیارش گفت من شما را ترک میکنم، باشید من دوری میکنم از شما، ولی غیر خدا را نمیپرستم. غیر خدای های ابراهیم ها چیا بودن؟ مجسمه هایی بودن که اشخاص، مجسمه های پیغمبران، مجسمه های اشخاص خوب، نه اینکه چیز میکردن. اونها هم مثل قبرهای ما، قبرهای الان مجسمه عیسی علیه السلام را همه جا نیست، اونها هم همینطور مجسمه های پیغمبران بودن، مجسمه های اشخاص صالح بودن. الان هم که قبرهای بزرگان دین اسلام هم اونا که مردم دورشون میچرخن، فکرتون و عقلتون رو بکار ببر. من ابراهیم گفت من از شما و از آن چی میخواند صدا میکنه دوری میکنم از غیر از خدا و پروردگار و آفریننده خود را میخوانم، خدای خودم را میخوانم، پروردگار خودم را میخوانم صدا میکنم. امید است که به خواندن پروردگارم بدبخت نباشم، یعنی موفق باشم خدای خودم را، یعنی موفق باشم که خدای خودم را بخوانم. پس هنگامی که ابراهیم کنارگیری کرد از آنها، از پدر مادر، یعنی از پدر و مادر و فامیل و اون چیزی که اونها میپرستیدن، اون بت‌ها، از همشون، یعنی بت‌ها و مجسمه های بزرگان دینشان بود. در اون زمان بت‌ها مجسمه های بزرگان دینشان بود یا پیغمبران بود و در زمان ما مجسمه عیسی علیه السلام است برای مسیحیان و ده ها قبر و ذریح است برای مسلمانان مشرک. خدا می فرماید وقتی که ابراهیم علیه السلام از تمامی اینها دست کشید و روی به خدای یکتا و لا شریک کرد، ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه اونها را پیغمبر قرار دادیم. به به
خدا میفرماید ابراهیم از همه اون پدر مادر دست کشیدن و از اون بتا و به طرف ما اومدن، خدای یکتا را پرستیدن و خداوند میگه ما در جزای در مقابل کار ابراهیم به ابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم. حالا هر کس به طرف خدا بره تنها اون زمان نبوده، در تمامی زمان ها همین خداست، همین قانونه، همین کتاب آسمانیه، همین است. هر کس به طرف خدا بره، من خودمم نتیجه دیدم، هر کسی دیدم، هر کسی به طرف خدا رفته نتیجه گرفته. دلیل چهاردهم که نباید غیر از خدا را صدا کرد، غیر از خدا را خوان، سوره یونس سوره 10 آیه 18 هست. خداوند می فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض ولا في الأرض سبحانه وتعالى اما يشركون. خداوند میفرماید مشرکین میپرستند به غیر از خدا چیزهای را که نه ضرر بیشان دارد و نه منفعت و میگویند اینها شفیعان ما هستند پیش خدا. ای پیغمبر با آنها بگو آیا خبر میدهید خدا را به اون چی نمیداند در آسمان ها و زمین؟ منزه و برتر از خدا از اون چی به او شریک قرار میدهند. سنن روز قیامت روزی است که در اون روز شفاعت نیست. همین حرف هاست که مشرکین قدیم گفتن، مشرکین امروز هم میگن، الان هم میگن که ما این قبرها را به اینا توسل میکنیم، ما اینها را پرستش نمیکنیم، ما اینها را شفیعان قرار میدیم پیش خدا، شفیعان قرار میدیم. زمان ابراهیم علیه السلام هم اونها میگفتن ما این بتا را پرستش نمی کنیم، بلکه ما اینها را شفیع قرار می دهیم. و تقول یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. خدا می فرماید و بپرهیزید از روزی که در اون روز هیچ کس از کس دیگر کفایت نمی کند و در اون روز شفاعت هم قبول نمی شود که یک پیغمبر یا یک شخص صالح برای کسی شفاعت بکند و عوض هم گرفتنی هم نیست روز قیامت و اونها یعنی گناهکاران یاری کرده نمی شود. یعنی هیچ کس نمیتواند به گناهکاران یاری کند. پس نتیجه این است که در دنیا بایست هر کس به فکر خودش باشد و با اعمال خوب و شایسته از دنیا برود. و آیات زیادی هست دلالت دارند اصلا شفاعت در قرآن نیست، بلکه تمام آیات شفاعت برای دلیل برای نبودن شفاعت است. درست بخوانید انشاءالله در موضوع شفاعت شرح بیشتر میدهم.
اگر مشرکین تأکل داشته باشن، یعنی عقلش را به کار ببرن،